شخصی که جنازه مادر خودش رو با طریق اسمس خوند نفر است مبعون در این دنیا و در اون دنیا. حرص و طمع تا اندازه اخلاق انسانی کبیری را کون ساخته بود که وقتی که مادر پیرش کمپیری ساچک در بستر بیماری نفسهای آخری خود را میکشید و تشنه دیدار فرزند در لحظه های آخری عمر بود، کبیری راه مسکو را پیش گرفت تا در کنفرانس مرکز کارنگی اشتراک نماید و 100-200 دلار مفت دریافت کند. هنوز کنفرانس آغاز نشده بود که از فوت مادر خبرش دادند، ولی او کوشش بهر بازگشت و شرکت در جنازه مادر نکرد. بین که در وقتی مرده مادر تام نبودید 200 دلار بالا دونیسته که اومده در جنازه کمپیرم سوچک اشتراک کنید، در مورد پدر تا نبودی او بینوموسی های دیگه زیاد می شود. چه خیل شما فرزنده که در مورد کمپیر مادرتون حتی اشتراک نکردید. برعکس، کشفیات نوی را برای حزبیانش اختراع کرد، جنازه مادرش را با تلفن خواند. اگر آدم به پدر و مادر خود که به امید فرزند گفته نور چشم گفته کلان میکند احترام و اعتقاد نداشته باشد، مگر از چنین اشخاص برای در روز ماتم همسایه خود هموطن خود سوگواری کردن بوی امید هست؟ پس از چنین شخصی که حتی بلندترین مقدسات حیات انسان مادر در نزدش ارزشی نداشته باشد چی جای گله است؟ برای او بر اینها وطن و ملت فقط مال بوده می توانند برای فروش. مگر این خائن امکان نداشت که برای اشتراک در جنازه مادرش به زادگاهش آید، حالان که در همان شب و روز میان شهر مسکو و دوشنبه ده ها خطرهای هوایی و زمینی وجود داشتند. کبیری، تو نامرد هستی، مگر تو کسی نیستی که جنایت خیانت را از پدر و مادر بالا گذاشته حتی در جنازه مادری کمپیری خدا رحمتی کمپیری ساچک اشتراک نکردی؟ کمپیری مادری تو در بالای دستان ما جان داد، اما فرزندی تروریستش را انتظار نبود. مردم دهه نام تو را دیگر شنیدن نمی خواهد.